خصلتی دست کشیدن از حرام. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند حلال و حرام هر دو واضح و مشخص هستند و در میان حلال و حرام امور مشکوک وجود دارد که بسیاری از مردم آن را نمیدونند. هر کس از آنها بپرهیزد دین و آبرویش را حفظ کرده است و کسی که در شبهات و کارهای مشکوک بیفتد به حرام نیز آلوده خواهد شد. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. پس دوری از حرام این رو گرداندن به خاطر دین و آبرو است که انسان را از واقع شدن به محرمات منع می‌کند و یا کوتاهی و سستی در واجبات است. و آنی که همیشه خود را از حرام دور می‌دارد دائم در مراقبه حق است و او همیشه از شبهات سخت حذر می‌کند. او هیچگاه در شک را نمی‌کوبد. بنابراین دست کشیدن از حرام از بهترین امر از امور دین است و در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین دینداری شما این دوری از حرام است. دوری از حرام و شبهات چهار درجه دارد. درجه اول درجه عدالت در همه آن فتواهایی که آن را حرام کرده است. درجه دوم دست کشیدن از همه شبهاتی که دوری از آن را شما دوست نمی‌دارید لیکن آن را امر مستحب می‌دانید. درجه سوم دست کشیدن از بعضی حلال ها زیرا ترس از آن دارید که به حرام واقع نشوید. درجه چهارم دست کشیدن از همه چیزهایی که برای الله سبحانه و تعالی نیست و این درجه صدیقین است. دوری از حرام این است که انسان باید بداند که شریعت آن را برای حاصل شدن مصالح و فایده ها و کامل یافتن آن و دور کردن ضررها امر کرده است. مگر کسی که در خود استواری را گم کرده است و منفعت و ضررهای فساد شرعی را ترک کرده است، واجبات را ترک کرده محرمات را اجرا میکند و آن را از دوری از حرام و شبهات میداند و در دوری از حرام فایده های بزرگی است. از جمله آن فایده ها یکم براءت از آبرو و دین، دوم تحقیق آرامی روح و نفس، سوم و آن از سبب های رزق حلال و اجابت دعا است، چهارم و به آن آبرو خون اموال حفظ کرده می شود زیرا آنه که از حرام خود را دور گرفت به دست زدن به محرمات جرأت نمی کند. عمر ابن حبیب رحمه الله گفت در بسیار نمازخانی و روزداری او تعجب نکنید، ولی شما نظر کنید که آیا او از حرام دوری می جوید و یا نه. پس او از محرمات دست کشیده در عبادت الله سبحانه و تعالی باشد، پس بنده حقیقی الله است.